سلام و وقت بخیر، سپیده هاپور هستم. بریم سراغ لسون 35، اونوی دو شانجومون. والا اوار اونوی دو فر کلکو شوز، قصد انجام کار داشتن، میخوایم کار رو انجام بدیم. اوار اونوی دو فر کلکو شوز، دو پلس انفینیتیف، یکی از اون ساختارهایی هستش که زیاد قراره که باهاش سرکار داشته باشیم. میشه ورواق فر کلکو شوز، ورواق هم به این صورت میشین از انفینیتیف استفاده کنیم. Vouloir faire quelque chose, avoir envie de faire quelque chose, avoir l'intention de faire quelque chose plus infinitif. اینها ساختارهایی که برای بیان قصد انجام کار رو داشتن استفاده میشه. Très bien. Il faut aller vers la partie de la grammaire, la condition et l'hypothèse. Et plus, je veux chartier نوع اول آشنا بشیم. تو زبان فرانسه ما سه تا شرطی اصلی داریم. نمیتونم بگم که شرطی های دیگه وجود نداره. چرا؟ اتفاقا انواع مختلف شرطی ها هست. اینکه با توجه به اون چیزی که میخوایم بگیم، یعنی با توجه به اون کانتکست هایی که هست، قطعا شرطی های مختلف وجود داره. اما برای ابتدا و آشنایی با این پختی از grammaire de la langue française, il faut aller vers la donc première partie, si plus présent. خب ما برای بیان شرطی ها، مثلا شرطی نوع اول، یک ساختار ثابت و فیکس داریم، سی پلوس پریزان. تو قسمت بعدی، یعنی عبارتی که ما داریم، سی پلوس پریزان. حالا سی پلوس پریزان چه ابتدا بیاد چه انتها بیاد، این سی پلوس پریزان این ثابته. میتونید خود جمله رو، عبارت اول رو در قسمت اول یا در قسمت دوم بذارید. سی پلوس پریزان دون دوترو کته، شما میتونید فعلتون به پریزان باشه، میتونه به فتور باشه، فتور والا، و یا امپراتیو اصلا باشه. کلا بچش رو تغییر بدیم، بچه امری بذاریم. پس از بچه اندیکاتیو همچه پریزان باشه، همچه فتور باشه، یا اینکه کلا بچه امری ازش استفاده کنیم. برای شرطی نوع اول میگیم که il y a de la chance à se réaliser. یعنی برای برآورده شدن شما شانسی وجود داره، احتمال برآورده شدن شرطمون هست. یعنی اینجور نیستش که غیر ممکن باشه. میتونه اون شرط تحت اون شرایطی که با سی اومده چی بشه؟ عملی بشه. حالا اینجا مثلا گفته که si on supprime le mur entre ces deux pièces, ça fera un grand salon. یا میشه بگیم ça fait un grand salon. همه اینها بستگی داره. ببین، ما یه پتانسیلی برای شرطی نوع اول قائل هستیم و استفاده از این پتانسیل برمیگرده به خواست و اون چی میگن، قصد و نیتی که گوینده داره. حالا میتونیم بگیم سی اون سوپریم لو میر اون سه دو پیس سا فورا ان گران سالون. اینو میتونیم برعکس هم بکنیم، بگید سا فورا ان گران سالون سی اون سوپریم لو میر انتر سه دو پیس. در هر صورت سی پلوس پریزان باقی میمونه، اینطور نیستش که سی پلوس فوتور باشه. سی پلوس فوتور کاملا غلطه. پس سی اون سوپریم le mur entre les deux pièces, ça fera un grand salon. یه سالن بزرگ خواهد شد، مثلا یه همچین چیزی. حالا اینجوری هم میتونم بگم ça fera un grand salon si on supprime le mur entre les deux pièces. به این صورت هم میتونیم بنویسیمش، ولی دقت کنید که عبارت جای عبارت ها رو با هم عوض کردیم، نه جای ساختار رو با هم دیگه.
ببینید اینجا وقتی سی عبارت که سی داره در ابتدا باشه اولین جمله باشه ویرگول داریم، در صورتی که وقتی که جمله دوم میشه یعنی سفاغان گران سالان سی رو میاره دیگه ویرگول رو نمیذارید، ویرگول رو حذف میکنید و عبارت دوم رو به همراه سی قید میکنید. سی اونیم پالا کولور دی میور اون لا شانژورا، میگه اگر رنگ دیوارها رو دوست نداشته باشیم اون رو عوض خواهیم کرد. حالا میتونه به جای اون لا شانژورا میگه عوضش میکنیم، اگه دوست نداری عوضش میکنیم، میشه اون لا شانژ سپا اون لا شانژورا. اگر بخواد بگه اون رو عوض خواهیم کرد میشه اون لا شانژورا، اگر بگه نه عوضش میکنیم میشه اون لا شانژورا. به این ترتیب. حالا یه موقع هایی هست میخواییم قطعیت رو از این هم بالاتر ببریم، چون سی پلوش پریزانه ولی ما میخواییم یه چیزی رو راجع به آینده بگیم، هنوز اون اتفاق نیفتاده ولی ما میخواییم بگیم که مثلا هر وقت مادرم میاد خونه ما با هم آشپزی میکنیم، یعنی که هنوز نیومده اما هر وقت بیاد قطعا اون کار انجام میشه. هم درجه سختیتود و قطعیت میره بالا، هم برای زمانی هستش که من گوینده دیگه نمیخوام از سی است استفاده کنم، نگم اگر، بگم هر زمان هر وقت از که استفاده کنم. زمانی که شما نمیخواید از سی پلوش پریزان استفاده کنید به خاطر موضوعی که میخواید بگید درجه قطعیت بالاتر و بخواید بگید هر وقت، میتونید از که پلوش فیتور استفاده کنید، اون برش هم فیتور میاد. مثلا که اون موقع ام پدرجان On pourra peut-être installer une cheminée. Quand on pourra, on mettra de nouvelles fenêtres. هر وقت تونستیم پنجره‌های جدید رو مثلا می‌ذاریم. هر وقت که یکم پول داشتیم می‌تونیم یک شمینه حال یک شمینه نصب کنیم. پس ما یه شرطی اول داریم که همونجور که از اسمش پیداست، اون پختی گراماتیکالش پیداست، یک شرطیه. وقتی که اون شرط انجام بشه اون کار میشه انجام بشه. حالا یه زمان هست نه، میخوایم این قطعیت رو بالاتر ببریم و به جای اگر از هر وقت، یعنی انقدر برای ما قطعی هست و پروبابل و سرتان هست که دیگه اصلا لزومی به استفاده از سی هم نداره، شامل از کار استفاده کنیم. همه اینها بستگی به این داره. اینی که دارم بهتون میگم یه چیز کلیه، حالا اینجا نمیشه کندیسیون ایپوتز و اونجا نمیشه بوما، بیشتر روی لحظه اشاره داره، ولی میخوام بهتون بگم که این هر وقته قطعیتش بیشتر از اون حتی سی میتواند باشد. خب امیدوارم که توضیحات کامل بوده باشه براتون و سعی کنید مفاهیم رو خیلی خوب یاد بگید، اینکه در هر جمله قصد و نیتش از بیان اون جمله چه چیزی هست. من هم سعی میکنم در کنارش این دیالوگ رو براتون بخونم. اونوی دو شانجما الا کسکو تامپانس. خب این کسکو تامپانس شاید پیش خودتون بگیم مگه نگفتی تو درس 23 پانسه اکل کاشوز که ایگرگ میاریم واسه پانسه اکل که ارو نگه میده از پرانتونی که استفاده میکنیم. این یه اکسپرسیون هستش و میخواییم یک نظر کسی رو بپرسیم از این میتونیم استفاده کنیم. کسکو تامپانس جیم بیان ایل گران ایل کلر Et puis, il est calme. Ça, c'est bien. میگه خب نظرت چیه؟ میگه که دوستش دارم مثلا خیلی خوبه، بزرگه، روشنه و سپس مثلا خیلی هم ساکته، این خیلی خوبه. Si on l'achète, il faudra faire des travaux. میگه اگر بخریمش میبایستی که یه سری حالا بازسازی ها توش انجام میشه، خواب کارهای بنایی و ساختمانی گفته میشه. رگارد tu as vu la couleur des murs dans les chambres. میگه نگاه کن رنگ دیوارها. این رگاردی که میگه مثل اکوت هستش، میخواد اتیق لاتانسیون کنه، مثل اینکه میگه ببین گوش کن، مثلا tu as vu la couleur دیدی رنگ دیوارها رو در اتاقها. la couleur des murs ce n'est pas un problème, un peu de peinture et puis c'est bon. میگه رنگ دیوارها خیلی مهم نیست، مشکلی نیستش، یه مقدار
peu en nakashi va inki ba'dash khali khoub mishe. Oui, d'accord, mais le salon et la salle à manger sont un peu petits, non? Migi khoub bashe, amma salon va hala paziroyi yekami kochik hastan. Injur nist, non, in halat manfi ro dar akhar miyare ba inki mikhad ta'yid taraf muqabalash begire. Migi tu sais, si on supprime le mur entre ces deux pièces, ça fera un grand salon. اگر دیوار بین این دوتا پختی خونه رو حالا پذیری رو برداری یک سالن بزرگ خواهد شد. On pourra facilement mettre tous nos meubles و براحتی میتونیم تمام مبلامون رو اونجا قرار بدیم. C'est vrai, tu as raison. Quand on aura un peu d'argent, on pourra peut-être installer une cheminée là, dans le coin. میگه درسته، حق داری و هر وقت که یک مقدار پول داشتیم میتونیم حالا نصب کنیم یک شمینه آنجا توی اون گوشه dans le coin. Et pour la cuisine et la salle de bain برای آشپزخانه و حمام. Écoute. Ça, on verra plus tard. On changera peut-être la cuisine dans un an ou deux, dans un an ou deux, mais pas tout de suite. Miguel, couche quoi? Alors, on aura badan, Roger, je vais faire badan, mi binim. Par contre, on changera peut-être la cuisine, chayak, tu y es qui deux sur la oyande, je passe mon arrêt, quand t'arrives, je peux dire. À moi, belle face, les nimitunim. Ça va faire beaucoup de dépenses. Par contre, qui charge ziadiro. میطلبه و زیاد خرج کنیم. بوغلاغ کس کن فه اون لشت اوپا میگه خب چیکار کنیم؟ بخریمش یا نه؟ این هم از تحلیل و خوندن دیالوگ. امیدوارم که براتون مفید باشه و درس 35 یکی از اون درس های به شدت مهمی هستش که امیدوارم خوب خوب اون رو بخونیم. مرسی بگو.